سلام 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 و درود خدمت همه عزیزا، امیدوارم حالتان عالی باشه. در قدم نخست خوب کسایی که این ویدیو رو تماشا میکنن، کسایی که به صورت لایف از اینستاگرام میپیوندن، معمولا یکی دو دقیقه را در بر میگیرن، کمی دیرتر میپیوندن، حالا وقتی او زمان شد قطعا به اونها سلام عرض میکنیم. اما همیشه این برنامه دو دقیقه قبل لایف میشه تا عزیزای ما که به صورت زنده از اینستاگرام به برنامه هر شب کتابخوانی ما میپیوندن بپیوندن. قسمی که میدانین ما هر شب نیم ساعت مطالعه داریم، تایمش مشخص است، ساعت 9 به وقت ترکیه، 2:30 به وقت افغانستان و ایران، 8 شب به وقت کشورهای اروپایی. و این برنامه ما بهترین کتاب ها و نایابترین کتاب ها را با هم مطالعه میکنیم. از این رو کتابی که زیر مطالعه گرفتیم، تحت مطالعه قرار داریم، کتاب دانشکده کسب و کار از جناب رابرت کیوساکی است که میگه اکنون میتوانید به رویای خود برسید، همه چیز از زمان حال آغاز میشود. و این کتاب نویسندهش جناب رابرت کیوساکی است. اسم انگلیسی این کتاب هست Business School، دانشکده کسب و کار، به فارسی ترجمه شده خوشبختانه. خب از این که همه فارسی زبانهای ما در کشورهای مختلف فعلا زندگی میکنن و دسترسی به این کتابها را خیلی ها ندارن، دیگه از این رو ما تصمیم داریم بعضی از همچون کتابهایی که در عرصه زندگی، تجاری، کسب و کار، موفقیت، در بخشای مختلف زندگی بهترین کتاب ها و مهمترین کتاب ها را با هم مطالعه کنیم. این کتاب تا صفحه 164 مش مطالعه کردیم، قرار است از نصف صفحه 65 کتاب را مطالعه بکنیم که عنوان فوق‌العاده‌ای دارم. میگه که هوش احساسی لازمه هوش مالی است. از عنوان ها را بنویسین، حالا بعضی که دیرتر میپیوندن دیگه کار خودشان هست، بحثارم و او شخص استماع از نصف که وقتی میپیوندین، بلخصوص مثلا امشب قسمت 13 این کتاب است، یعنی 12 قسمت این کتاب در صفحه اینستاگرام و یوتیوب گذاشته شده و کسایی که اگر این کتاب نخوانده میتونه از او قسمت ها مستفید شوند. عنوان بسیار 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 مهم و فوق‌العاده را امشب میخوانیم عزیزا. میگه هوش احساسی لازمه هوش مالی است. میگه که این فصل را با آن مصاحبه رادیوی آغاز کردم تا نشان بدم که آن مرد جوان از نظر احساسی کنترلش را از دست داده است. کاملا مشخص بود که فرد باهوش است، ولی مسائل احساسی باعث شده بود که غیر منطقی فکر کند. بعضی وقتا خب زندگی از دیگه، بعضی مسائل و حالات میآین که تو دیگه میایی همه چیز غیر منطقی میدانی، وگرنه فرد هوشیار هم میتونی باشی. و حتی میگفتی باعث شده بود هم غیر منطقی فکر کند و جوان، هم باعث شده بود غیر منطقی حرف بزند. زمانی که هر فرد کنترلش را از دست بده، شانس شما برای حل مشکلات مالی او بسیار اندک خواهد بود. خلاصه بگویم اگر میخواهید پولدار شوید، ثروتمند شوید، هوش احساسی بیشتر به دردتان میخورد تا هوش ذهنی. از هوش ذهنی کرده هوش احساسی بسیار کمکتان میکنه به خاطر ثروتمند شدن. لازمی داشتن هوش مالی بالا برخورداری از هوش احساسی بالا میباشد. اگر میخواین هوش مالیتان بالا بروه، هوش احساسیتان بالا ببرین. تقوی هوش احساسی باعث میشه هوش مالیتان بالا بروه، باعث ثروتمندتر شدنتان میشه. یعنی از هوش ذهنی کرده، هوش احساسی در مسیر موفقیت و در مسیر پولدار شدن خیلی مهم است. بچه‌ها میگه ثروتمندترین سرمایه گذار آمریکایی وارن بوفیت میگه آدم‌هایی که نمیتوانن عواطفشان را کنترل کنن، قدرت مدیریت پول را ندارن. آدم‌هایی که نمیتوانن عواطفشان را کنترل کنن، قدرت مدیریت پول را ندارن. جالبه. حالا یک مثال اینجا بزنم از طرف خودم.
یک اتفاقی، یک حادثه، یک مسئله فامیلی خانوادگی در زندگیش میپیونده، پیش میآیه، بعد یک فردی است که نمیتونه مثلا عواطف خود کنترل کنه و بزنس خود از دست میده، تجارت خود از دست میده و به جای نمیرسه و آدم و این قسم آدم هایی که عواطفشون رو کنترل کرده نمیتونن اصلا ثروتمند نمیشن. جالبه. حالا جمله بعدی میگه در دنیای واقعی هوش احساسی بسیار مهمتر از هوش ذهنی است، بخصوص اگر بخواید پولدار شوید. اگر هدف پولدار شدن ندارین، فقط و فقط باید بالای هوش احساسیتان کار کنین. در جوانی از نظر احساسی بسیار عقب مانده بودم. ایده ای که داشتم این بود که لحظه را غنیمت بشمارم. به قول معروف چو فردا شود فکر فردا کنیم. در حقیقت به همین علت نتوانستم تا 47 سالگی به استقلال مالی برسم. هرچند هدفم در زندگی کاملا مشخص بود و میدانستم که باید ثروتمند شوم، ولی گاهی اوقات بیش از حد تلاش میکردم تا به سرعت پولدار شویم، ولی در عوض بسیار سریع از شرایط خسته میشدم. دیدین؟ از وقت آدم میخوای موفق شوه، میخوای رشد کنه، میخوای پولدار شوه، اما از مسیر خسته میشی، ناامید میشی، انرژیت کاسته میشه، انرژیت گرفته میشه. یعنی کسی هستی که یا هر دلیلی، هر علتی، دولت، آب و هوا، اقتصاد، خانواده، هر چیزی که باعث میشه تو هوش احساسی تا و هوش عاطفی تا کنترل کرده نتونی و به احساساتت صدمه برسانی. اینجاست که افراد موفق نمیشه. زمانی که به این مرحله رسیدم، پدر پولدارم میگفت برو هر زمان بزرگ شدی بیا. یعنی هر زمان میگه وقتی من میامدم از عواطف و روابط و مشکلات و چالش ها و غر زدن ها به پدر بزرگم میگفتم، به پدر پولدارم میگفتم، میگه پدر پولدارم میگفت که برو هر وقت بزرگ شدی باز بیا حرف بزنیم، حالا کوچیکی بیا، برو هر زمان بزرگ شدی بیا، آن زمان راه پولدار شدن را برات یاد خواهم داد، چون حالا برات فایده نداره. دیدی بعضی وقتا انسان های زیادی در اطراف داریم، فقط غور میزنن، چالش، مشکلات، دولت، خانواده، مریضی، مشکلات، ازدواج، عروسی، نمزدی، فلان 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 فلان. فکر میکنم ما انسان نیستیم، درست؟ کدام انسانی چالش ها را نداره؟ مریضی و فلان همه دارن دیگه. خب تو وقت تا زایه میگیدی که فایده نداره، متوجه هستین؟ و این چیزها خیلی تاثیر دارد. پس به نظرم یکی از فصلهای بسیار مهم، بسیار بسیار اساس و حیاتی در موفقیت، در زندگی، در کسب و کار، در همه چیز است. یعنی روابط و کسایی که روابط عاطفیشان کنترل کرده نمیتونن، هوش احساسیشان ضعیف میشه و هوش احساسی ضعیف کسایی که داشت، هوش ذهنی و هوش مالیشان رشد نمیکنن و هرگز در زندگیشان پیشرفت نمیکنن و بالخصوص پولدار نمیشن. پس ای به این معنی چی نتیجه میگیریم؟ یعنی ما باید هوش احساسی خود چی کار کنیم؟ تقویت کنیم. پس سوال، آیا دوست دارید هوش احساسیتان را تقویت کنید؟ مطمئنم همه میگین بله. در مورد خودم میتوانم بگویم که هرچی هوش احساسی هم بالاتر رفت، زندگی هم برایم بهتر شد. زمانی که در نیروی دریایی بودم، نه تنها بسیار هیجانی بودم، به کلی بسیار پرخاشگر و تندمزاج هم شده بودم. زمانی که از ویتنام بازگشتم، به پدر پولدارم گفت، پدر پولدارم برایم گفت این پرخاشگری و تندمزاجی تو را در جنگ زنده نگه داشته، ولی اطمینان داشته باش در دنیای تجارت بسیار سریعتر تو را از پای خواهد انداخت. چقدر جالبه، چقدر جالبه. در دنیای تجارت پرخاشگری و تندمزاجی به دردت نمیخوره، در جنگ شاید کمکت کرده. و توصیه کرد که اگر هوش مالی ام را تقویت کنم، چاره جز افزایش هوش احساسی ندارم. اگر میخواین هوش مالی تان بیشتر بسازین، باید فقط چارش ایست که هوش احساسی تان بالا ببرین. تلاش بسیاری کردم تا احساسات و عواطفم را کنترل کنم. زندگی مشترکم بسیار بهتر شده بود و مهارت های کسب و کار و سرمایه گذاری هم نیز افزایش پیدا کرد. حتی با کنترل خشم، وضعیت روحی و جسمی هم بسیار بهتر شد. اولین قدمی که برای بالا بردن هوش احساسی هم برداشتم این بود که پذیرفتم چنین ضعفی را دارم و باید برای رفع آن تلاش کنم. اگر شما مثل من هستید، فروش مستقیم قطعا کمکتان خواهد کرد. از نظر من یکی از فواید بزرگ تا
تجارت فروش مستقیم این است که هوش احساسی خودتان را تقویت کنید. هر زمان که با افراد سر و کار پیدا می کنید که سریع استعفا می دهند و یا دروغ می گویند، درست؟ سریع مثلا استعفا می دهند و دروغ می گویند، هوش احساسیتان را تقویت کرده اید و هر قدر بر ترس و ناامیدی غلبه کنید، هوش احساسیتان تقویت می شود. در واقع کسب و کار فروش مستقیم می تواند فرصت خوبی برای شناخت و تقویتتان باشد. یعنی می تواند حس احساساتتان و این مسائلتان را کنترل کنه و بسازه. از اون کار بکنید، از خودتان سوال کنید عواطف من چه تأثیراتی در زندگیم دارد؟ آیا عواطف من باعث می شود که من نقطه 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 حالا برتان میگم. عواطف منظورتان بچه ها روابطتان با دوست پسرتان، با دوست دخترتان، با نامزدتان، با همسرتان، با خانوادهتان، با کشورتان، با مردمتان، با ملتتان، با مذهبتان، با عقایدتان، با فرهنگتان. این میشه عواطف دیگه، روابط. پس از خودتان سوال بکنین عواطف من چه تأثیراتی در زندگیم دارد؟ آیا عواطف من باعث می شود که بسیار آدم خجالتی باشم؟ یک، باعث می شود که از نشونیدن بترسم؟ آیا باعث می شود که به امنیت احتیاج داشته باشم؟ آیا باعث می شود که بسیار بی صبر باشم، زود قهر شوم؟ آیا باعث می شود که بسیار تند مزاج باشم؟ آیا باعث می شود که به چیز اعتماد داشته باشم، اعتیاد داشته باشم؟ آیا باعث می شود که بسیار بر اساس احساسم رفتار کنم، نه بر اساس عقل و شعور و منطق؟ احساسی رفتار کنم همه جا، دلسوزی بی جای و و و و. آیا باعث می شود بسیار عصبی باشم؟ آیا باعث می شود بسیار ناوقت تغییر کنم، دیرتر تغییر کنم؟ خلاصه آیا باعث می شود که بسیار تنبل باشم؟ و یا 11، 12 خودتان بنویسین، و یا حتی هر چیزی دیگر که می توانید به این فهرست اضافه کنید، اضافه کنید دیگر. باعث چه کارهای دیگر میشه خودتان این اضافه بکنید. مجددا تاکید میکنم یکی از بزرگترین مزایای تجارت فروش مستقیم این است که هوش احساسیتان را می توانید آزمایش کنید و در بیشتر مواقع آن را بهبود ببخشید. به محض اینکه تقویت هوش احساسیتان را آغاز کنید، به طور قطعی بقیه جنبه های زندگیتان تغییر خواهد کرد. خواهید دید که می توانید با مردم با آسانی صحبت کنید، ارتباط بهتری با دیگران برقرار کنید و احساساتشان را بهتر درک خواهید کرد. زمانی که در انجام این کارها خبره شدید، کسب و کارتان بسیار سریع گسترش پیدا خواهد کرد. چی ازدواج کرده باشید و چی در شرف ازدواج باشید، با تقویت هوش احساسی رابطه‌تان با همسرتان بهتر خواهد شد. پس زیرا همه ما خوب می‌دانیم ازدواج موضوعی بسیار احساسی است. حتی ممکن است با تقویت هوش احساسی پدر و مادر بهتری شوید و فرزندان خوبی را تربیت کنید. به همین دلیل با اطمینان می‌گویم اگر چند سال زمانتان را صرف توسعه کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای بکنید، نتیجه بسیار خوبی در تمام جوانب زندگیتان خواهید داشت. میفهمید چرا؟ برای اینکه زندگی موضوعی واقعا احساسی است. پس بیاین یک مورد دیگر هم صحبت بکنیم. حالا کسایی که مجردن خیلی بهشان کمک میکنم، میگه ازدواج بهتر. حالا کسایی که به همه مفید است قطعا گوش میکنیم، میگه طرح ما برای رسیدن به استقلال مالی تأثیر مثبت بر زندگی ما مشترک ما داشت. حالا کسایی که مجردن یا متأهلن، در مجموع ازدواج خوب چه تأثیرات داره؟ ما از هیچ شروع کردیم و موفق شدیم. در پهلوی هم با همکاری کردن، کنار آمدن و مدیریت کردن شرایطی که کار و زندگی ما را بسیار تحت شعاع قرار داده بود، ولی باعث شده بود تا ما با یکدیگر نزدیکتر شویم. با هم ریسک کردیم، با هم شکست خوردیم، ولی در نهایت پیروزی خود را جشن گرفتیم. همان طوری که قبلا اشاره کردم، برنامه ما بسیار ساده بود. در سال 1985 من و کیم از صفر شروع کردیم و در سال 1991 درست زمانی که کسب و کار ما به سوددهی رسیده بود
برای اولین بار روی ملک سرمایه گذاری کردیم. در سال 1994 کسب و کار خود را فروختیم و املاک بسیاری خریداری کردیم و برای بقیه عمر خود به استقلال مالی رسیدیم. برنامه آسانی بود و زندگی ما را ساده تر و ما را خوشبخت تر کرد. می دانیم که عمده جر و بحث های میان زن و شوهر معمولا بر سر مسائل مالی است. عمده ترین بحث ها بر سر مالی است واقعا. در حال حاضر ما زندگی خوبی داریم، نه به این دلیل که پولدار هستیم، بلکه به این دلیل که بجای اینکه هر کدام ما راه خود را برویم، با هم کار کردیم و با هم موفق شدیم. از بسیاری ها شنیدم که میگویند اصلا من هرگز نمیتوانم با شوهرم همکار شوم. اصلا نمیتوانم تحملش کنم که تمام روز در اطرافم باشد. باید با صداقت بگویم که باید حضور کیم باید با صداقت بگویم که بدون حضور کیم هرگز نمیتوانستم موفق شوم. و اگر هر کدام ما برای شرکت جداگانه کار میکردیم، مطمئنا زندگی امروزی ما به این اندازه عالی نمیشد. خیلی فصل فوق‌العاده‌ای بود که نقش همسر، نقش خانواده، نقش دوستان صمیمی و دوستان نزدیک در کسب و کار چقدر مهم است، چون برمیگرده به عواطف. و اگر شما مثلا هر قد تاجر موفق باشین، وقت خانه میرین از لحاظ احساسی ضربه بخورین و عواطفتان خدشه‌دار شوه، سخت است که بزنستان هم کنترل بکنین. و ما معمولا اکثریت عزیزایی که حالا سوال جالب عنوان بعدی میفهمین چیست؟ چرا بعضی از فروشندگان مستقیمی بسیار موفق شکست میخورن؟ حالا من خیلی ها را قبل از اینکه کتاب بخوانم برتان، یک تجربه که خودم در زندگی ده 8-9 سال داشتم، اکثریت عزیزایی که تجارت فروش مستقیم رها کردن و موفق نشدن در این مسیر با ما یک جا بودن، اکثریتش از خاطر مسائل احساسی بود. یا مشکل خانوادگی داشتن یا مشکل دوست دختر و دوست پسر داشتن که می آمدن کار، شب و روزشان درگیر و چت و پیام در ذهن با اوا بودن. اینجا کار میکردن، بعد دوباره می رفتن با خانه درگیر بودن، با نامزادشان درگیر بودن. بالخصوص طبقه مجرد، طبقه جوانی که خود کنترل کردن نمیتونه و از شب و روز با نامزاد و با دختر و پسر در ارتباط است و نمیتونه ایره کنترل بکنه، مدیریت بکنه، بزنس خودم نمیتونه کنترل بکنه. و اکثر از دید تجربه من کسایی که بسیار در این بزنس شکست خوردن، بسیار زیاد، یعنی مهمترین دلیل و اصلی ترین دلیل این بوده که خیلی های بزنس را ترک کردن و در این بزنس موفق نشدن. حالا بذاریم رابرت کیساکی چی میگه. تا این مدت فروشندگان موفق را دیدم که از طریق این کسب و کار به ثروت های هنگفت رسیدن. افراد را دیدم که بعد از موفقیت دچار شکست کامل شدن. چرا بعضی ها در این حرفه موفق می شوند و بعضی ها شکست می خورند؟ پاسخ این سوال به هوش احساسی برمی گردد. تمام شد رفت. یعنی کلن چیزایی که می گفتم به اصطلاح رابرت کیساکی آمد مهر تایید زد. روی یکی از افرادی بود که اول ری نام است. یکی از افرادی بود که اول موفق شد و بعد از مدت شکست خورد. او برای یک فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی کار میکرد و بسیار زود به عنوان مدیر یک فروشگاه انتخاب شد. او بیوشیمی خانواده بود و به صنایع غذایی بسیار علاقه داشت. یک روز یکی از مشتریانش یک سری محصولات غذایی یک شرکت فروش مستقیم را به او نشان داد. ری محصولاتشان را امتحان کرد و متوجه شد که از نظر کیفیت بسیار عالی هستند. نزد رئیسش رفت و پرسید آیا فروشگاهشان می تواند این محصولات را بفروشد؟ رئیسش در پاسخ گفت نه. ری کمی عصبی شد و استعفا داد. فروشگاه را ترک کرد. و بعد از آن وارد بازاریابی شبکه‌ای شد. او 3 سال این نوع کسب و کار را یاد گرفت. مدتی هم وضع مالیش خوب نبود. ولی ناگهان ورق برگشت و شرایط مالی او روبرا شد. ری از روبی بی از ای به بعد از روبی ای وارد روبی بی شده بود. کسب و کارش به خوبی گزارش پیدا کرده بود و درآمد یک هفته‌ایش برابر درآمد 1 سال در شغل قبلیش بود. خوب گوش کنین. بسیار زود ری سخنران برجسته ای شد. او یک ستاره جدید در فروش مستقیم بود. ولی مشکل اصلی این بود که شرایط حاکم باعث شد تا او از خود بی خود شود. بسیار به خود مغرور شده بود و این نشان دهنده این بود که از هوش احساسی اندک برخوردار است. غرور وقت سمتتان می آید، یعنی هوش احساسیتان کم است.
شروع کرد با افرادی که این کسب و کار را به او آموزش داده بودند جر و بحث کرد. با آپلاین هایش، با معرف هایش جر و بحث شروع کرد. تصور میکرد برای اینکه موتر و ماشین و خانه زیبا دارد نسبت به آنها باهوشتر است. یعنی از معرف و آپلاین هایش رشد کرد، خود دیگه از وا بالا میدانست، مغرور شد. پول واقعا مغزش را مختل کرده بود. در همان موقع کسب و کار فروش مستقیم جدیدی تأسیس شد. آنها هم محصولات غذایی خوبی داشتند و دنبال ستاره های مثل ری میگشتند. بعد از مدت کمی هم موفق شدند تا او را راضی کنند تا شرکتش را رها کند و به شرکت آنها ملحق شود. اما دیگه دیدین میگه موفقیت و پول از انسان ها احمق میسازد، البته از خیلی از انسان ها. مهمی نیست که الان در چی وضعیت هستی، که به یک جای میرسی چطور خود اونجا کنترل میکنه احساساتت خیلی مهم است. ری جهیش بزرگی کرد، زیرا میخواست بسیار زود کسب و کار بزرگتر ایجاد کند. او همراه خودش بسیاری از همکارانش را به شرکت جدید برد. شفت کرد، خود انتقال داد. 3 سال بعد ری ورشکست شد کلن. میدانید چرا؟ به 2 دلیل. اول اینکه صاحبان شرکت جدید هم دقیقا مثل خودی و عجول بودن و به دنبال یک شبه پولدار شدن بودن. و دوم اینکه آنها هم مثل ری در زمینه پول دانش و مدیریت لازم را نداشتند. آنها زندگی مجللی داشتند و به جای اینکه دوباره سرمایه گذاری کنند، کالاهایی را تهیه می‌کردند که نشان دهند آنها بسیار ثروتمند هستند. حتی خودشان را بیشتر از آنچه که بودند جلوه می‌دادند. به یاد می‌آورید که قبلا اشاره کرده بودم افراد بی‌پول کسانی هستند که با کالاهای ارزشمند میانه خوبی ندارند و آنها را بسیار زود از دست می‌دهند. به نظر من ری و همکارانش جز همین دسته از افراد هستند و به همین علت به جای خریدن دارایی واقعی، پولشان را صرف خرید موترهای لوکس و خریدن چیزهای آخرین مدل بودند. موبایل خوب، لباس خوب، فلان فلان فلان. به همین دلیل بسیار زود از دنیای کسب و کار خارج شدم. اینم خیلی مهم است. در حال حاضر ری هر روز از یک شرکت فروش مستقیم به شرکت دیگر می رود و هر بار که او را ملاقات می کنم کار جدید را آغاز کرده و کالای جدید را تبلیغ می کند. او کسب و کار فروش مستقیم را به خوبی یاد گرفت، ولی هرگز نتوانست در این حرفه موفق شود، برای اینکه احساساتش بر عقلش غلبه می کند. پس میگم مثل قورباغه، یعنی در بقه رفتار کنید، مثل قورباغه رفتار کنید. من نمیگویم که تغییر شرکت فروش مستقیم کار نادرستی است. گاهی اوقات چاره جز این کار نیست، ولی حرف من این است که بسیاری ها شبیه ری هستند و دائما شرکتشان را تغییر میدهند تا بهترین کسب و کار، بهترین سری محصولات و صد محصولات و صد در صد البته آسانترین راه برای پول پیدا کردن را پیدا کنند. بسیاری این کار را انجام میدهند چون نمیتوانند هوش احساسیشان را تقویت کنند. و همون طوری که قبلا گفتم، یکی از بزرگترین مزایای تجارت فروش مستقیم تقویت هوش احساسی است. به صورت قطعی رها کردن یک کسب و کار به خودی خود هیچ مشکلی ندارد، ولی مشروط به اینکه دلایل منطقی بر این کارتان وجود داشته باشد. شاید یک قورباغه با آسانی بتواند از یک نیلوفر به نیلوفر دیگر بپرد، یعنی از یک جا به جای دیگر، ولی برای شخصی که کسب و کار دارد اصلا کار درست نیست از یک سنگ به سنگ، از جای به جای دیگر. اما به یک کسی که کسب و کار میکنه این کار درست نیست. به قول یک از دوستان، مشکل قورباغه بودن این است که نه تنها باید همه روزت را در جستجوی حشرات باشید، بلکه آخر هم مجبور هستید تمام چیزهایی را که شکار کردید را بخورید. توجه هستین؟ پیام این جمله این است که به محض اینکه کسب و کار فروش مستقیم مناسب پیدا کردید، به خودتان و کسب و کار فروش مستقیم مناسب پیدا کردید، به خودتان و کسب و کارتان فرصت رشد بدین خواهشان. هم به خودتان فرصت رشد بدین، هم به کسب و کارتان. مثل قورباغه حشراتتان را حراج نکنید. چرا فروشندگان موفق موفق تر می شوند؟ در طی این سالها چند فروشنده مستقیم موفق را هم ملاقات کردم که بیشتر آنها از من و پدر پولدارم ثروتمند هستند. بعد از گفتگو با این افراد متوجه نکته بسیار جالب شدم که بسیار خوشحالم کرد.
فرمول موفقیت آنها دقیقا مشابه با فرمولی بود که پدر پولدارم به من آموخته بود. این فرمول به شکل زیر است. گوش کنین فرمول بچه ها. یک، اول برای خود کسب و کار ایجاد کنید. یک کسب و کارتان بخواهد به سوددهی برسد، باید حداقل 5 سال منتظر ماند. کسب و کار ایجاد بکنین. اگر میخواین کسب و کارتان به سوددهی برسه، حداقل 5 سال برنامه ریزی بکنین، منتظرش باشین. عجولانه 1 ساله و 2 ساله و 1 روزه و 2 روزه تصمیم نگیرین. البته امکان دارد در بعضی از مواقع این زمان بیشتر و یا کمتر هم شود، ولی به هر حال کسب و کار درست مانند کودکی است که برای رشد نیاز به زمان دارد. این اولین فرمول موفقیت در هر تجارت. دو، پولی را که به دست می آورید صرف سرمایه گذاری مجدد در کسب و کارتان بکنید. دلیل اهمیت این مرحله در این است که ری و امثال و علاقه به این کار ندارند و دقیقا به همین خاطر شکست می خورند. آنها به جای سرمایه گذاری مجدد تمام پولشان را خرج می کنند. متاسفانه افراد مثل ری در هر کسب و کار وجود دارد. به همین دلیل است که با وجودی که آمریکایی‌ها پول زیادی دارند، تعداد محدودی از آنها ثروتمند هستند. دلیلش این است که پولی که باید صرف توسعه و گسترش کسب و کارشان بکنند را بی مورد خرج میکنند. این دومین خلاصه شبتان بگویم بچه ها. خواهشان بیاین کسب و کار براتان را اندازی بکنین. حداقل 5 سال برش فرصت رشد هم به خودتان و پولتان را بی جای خرج نکنین. پولتان را دوباره سرمایه گذاری بکنین. حالا سوال است چیگونه سرمایه گذاری مجدد کنیم؟ شبکه پدر پولدار که یک کسب و کار کاملا سنتی است، با صرف میلیون ها دلار برای توسعه وبسایت، ساخت بازی های اینترنتی نقدی 101 و نقدی برای کودکان و همچنین بازی ها و برنامه هایی که کاملا رایگان در اختیار مکاتب قرار می دهند، توسعه پیدا کرد. این کارها نمونه یا سرمایه گذاری مجدد روی یک کسب و کار سنتی است. سرمایه گذاری مجدد در کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای را می توان از طریق افزایش اعضا و یا آموزش زیر مجموعه تان انجام دهید. خوبی فروش مستقیم در این است که برای سرمایه گذاری مجدد نیاز به پول چندانی نیست. این را باید یادآوری کنم که یک مالک کسب و کار واقعی هیچ وقت دست از سرمایه گذاری مجدد نمی کشد. علت این که بسیاری ها ثروتمندتر نمی شوند این است که فراموش می کنند که پولی را که به دست آورده اند را در کسب و کارشان سرمایه گذاری کنند. حالا بیاین شماره 3 را بخوانیم. سرمایه گذاری در بخش املاک. شماره 3 راز ثروتمندا. سرمایه گذاری در بخش املاک. شاید این سوال براتون پیش بیاد که چرا ملک؟ به دو دلیل. اول اینکه قانون مالیات آمریکا بیشتر به نفع کسانی است که در معاملات ملکی سرمایه گذاری میکنن. و دلیل دومش این است که بانکدارها عاشق این هستند که برای خرید ملک به شما قرض بدهند. امتحان کنید. از رئیس بانکتان سوال کنید که میخواهید یک قرض بدهی 30 ساله با سود 6.5% 6.5% یا فیصد برای سرمایه گذاری در سهام و یا صندوق های به اصطلاح سرمایه گذاری مشترک تقاضا کنید؟ قطعا به شما خواهند خندید. در ابتدا برای خود کسب و کار ایجاد کنید بچه ها. در مرحله دوم روی کسب و کارتان سرمایه گذاری کنید و در مرحله سوم روی ملک سرمایه گذاری کنید. اول برای خودتان کسب و کار ایجاد کنید، دوم بالای کسب و کارتان با سرمایه گذاری بکنید و در مرحله سوم بیاین در ملک سرمایه گذاری بکنید. چهارمین راز، در آخر لوازم تجملی خرید کنید. گوش کنید، من و همسرم بیشترین زمان تأهل خود را در خانه بزرگ زندگی نکردیم و حتی ماشین شیک هم نداشتیم. سالها در یک خانه کوچیک زندگی کردم و حدوداً ماه 400 دلار اجاره اش بود و در همین خونه هم کسب و کار خود را آغاز کردیم و وارد کسب و کار ملک شدیم. در حالی که امروز در خانه بسیار بزرگ زندگی میکنیم و 6 دانه ماشین یا موتر داریم و از همه مهمتر این که بر میزان دارایی ما روز به روز افزوده میشد، قانون پدر پولدارم این بود که
اول برای خود کسب و کار پیدا کن، روی آن سرمایه گذاری مجدد بکن تا کسب و کار رونق پیدا کند، در املاک سرمایه گذاری کنید و آن زمان است که می توانید یک زندگی مجلل برای خود داشته باشید. در واقع کار کنید تا برای خودتان دارایی کسب کنید، بعد اجازه بدهید تا دارایی شما برایتان لوازم لوکس تهیه کند. افراد فقیر چه کار میکنن؟ 4 روپا پیدا میکنن، 8 روپا خرج میکنن. 4 روپا پیدا میکنن، کل حقوق ماهانه شون میرن یک آیفون میخرن، کل حقوق ماهانه شون میرن اجاره میدن، کل حقوق چند سال گذشته شون میرن یک ماشین میخرن. و همیست که ثروتمند نمیشن، پولدار نمیشن. پس ممنون از جای دل از اینکه بودین. میخوایم عنوان بعدی را فردا شب بخونیم، چون بسیار بسیار این عنوان ها مهم است و فوق العاده است و لذت بخش است و درس های بسیار خوبی توش است. و عنوان بعدی ادامه صفحه 174 کتاب است که با هم میخونیم چرا بیشتر افراد ثروتمند نمیشوند. این فردا با هم مطالعه میکنیم و احتمال میره از جای دلی کتاب دیگه این قدرش مانده، این قدرش تمام شده، فصلای گذشتهش از یوتیوب بگیرین، از صفحه اینستاگرام بگیرین، این قدرش مانده. بهترین کتاب بود که یکی از پرفکت‌ترین کتاب‌ها بود و هست، فکر میکنم واقعا دانشکده کسب و کار است. پیشنهاد میکنم همه کتاب بخونین، یک بار نه، هر ماه یک بار به نظرم لازم میشه ما بعضی کتاب‌ها رو بخونیم، چون بعضی وقت کتاب میخونیم میره یاد ما میره، بارها و بارها باید مرور بکنیم یک کتابه. و شما وقتی یک سال بعد یک کتاب مجددا میخوانین، خوبیش ایست که او سال شما تغییر کردین، رشد کردین. و او کتابه، من الان این کتابا رو میخوانم، بعضیش خواندم، بعضیش هم جدید میخوانم، فکر میکنم این کتابا همش به من جدید شده، بلخصوص چون این برنامه جدید است. از طریق برنامه من هر کتابی رو میخوانم برام کلا جدید است. از این رو خیلی ممنون که هستین، ممنون که میایین. حالا یک نفرم بیایه این برنامه رو ما داریم، هیچ کس هم نبیایه ما تصمیم گرفتیم این برنامه رو داشته باشیم، اما ای که شما هستین و همه تان در این برنامه اشتراک میکنین خیلی ممنونم. بیاین این فرهنگ رشد بتیم که انسانهای دیگر رو به مطالعه دعوتشان بکنیم و فرهنگ مطالعه رو و رشد و پیشرفت فرهنگ سازی بکنیم و این کار انجام بتیم همیشه. و این ویدیوها رو و این آموزشاتی که میبینیم همیشه با بقیه شیر بکنین. این ویدیو در صفحه اینستاگرام دوباره نشر میشه چند قبات، شما میتونید به دوستانتان بفرستین. به نظرم این فصلش خیلی فوق‌العاده بود، یعنی همه این کتاب هر فصلش که میبینیم فوق‌العاده تر از بعدی. این رو با بقیه شیر بکنین عزیزا، تا این که کمک کرده باشه من در قلب بقیه عزیزان ما. چیزایی که یاد میگیرین استوری بگذارین، خواهشن جملاتش استوری بگذارین، بقیه رو تگ کنین، ما رو منشن کنین که به بقیه هم همیشه کمک کنین به بقیه خیرتان برسه. خدا نگهدار. تا فردا شب خواهش میکنم 2 دقیقه قبل از رأس ساعت آنلاین شوین که رأس ساعت در جلسه با هم باشیم. خدا نگهدار، وقتتان خوش.